سلام درود احترام خدمت وطنانم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما عرض کنم که دوستان اینا در مورد بنزین هیچ کاری نمیتونن بکنن. در زمان شاهنشاه آریامهر و قبل از توطئه 57 آخرین مرحله ای که تونستن کار انجام بدن رو صفحه بنزین و سوخت انواع اقسام سوخت بود. حتی گاز مایع اون موقع زیاد بود ایران، اونم به علت اعتصاب کارکنان شرکت نفت این اتفاق افتاد. خب حالا کارکنان شرکت نفت و گاز به هر دلیل اعتصاب نکردند، اشکال نداره، قدرتی موافق و قدرت هست که الان اینها حداقل بین 80 تا 90 سنت پول بنزین میدن. 80 تا 90 سنت، این 10 سنت هم به خاطر اختلاف ترابری و به قول معروف ترانسپورت هست، از کدوم شهر را بره، از کجا بیاد به کجا برسه. در نتیجه اینا اگر 2500 تومان هم که بفروشند بازم راه به جایی نمیبره و مرتب پایین خواهند رفت. گرونی های اصلی از دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده شروع خواهد شد. یک دفعه خالی میشه همه چی و خالی هم هست و اینا پولی دستشون نمیرسه و اینا فقط بتونن بنزین و سوخت رو برسونن که اینم جزء محالات هست. و امروز هم که این کار کردن، من دقیقا اون یادم اون شبی که احمد جاد اعلام کرد بنزین گرون میشه، اون شب اگر 10 دقیقه دیگه مردم، 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه دیگه مردم استقامت میکردن و 2 تا بمب زیاد میزدن، قیمت بنزین همون سر جاش میموند. و من خودم صدای فرمانده های چیز میشیدم، یکی از این نیروهای انتظامی اونجا بود، قایم شده بود جلو در خونه ما و مرتب چیز میکرد، بعد همش رادان میگفتش که آقا ولش کنید، آقا آزاد نکنید، همین بس باشه. و گفتن پمپ بنزین اصلا ترسیده بودند. صف بنزین وقتی مردم میگیره، اما حسنی که داره مردم به هم نزدیکتر میشن، صحبت ها میشه، پخش میشه صحبت ها و بعد این الان به اون فرق میکنه. اون زمان مردم سیر بودند، الان مردم گرسنه‌اند، الان مردم دچار سختی هستند. بالغ بر 90% مردم درد مشترک دارن. درد مشترک انسان رو به هم متحد میکنه، درد مشترک انسان رو به هم نزدیک میکنه. دیدین در جریان زلزله مردم چه کمک کردن، در سیل دیدین اینها مشترک رو به هم نزدیک میکنه. پس این فارنیک میگیریم ما صفای بنزین، اینا هیچ کارم نمیتونن، مجبورن چون ندارند، چون نمیاد. توجه کردید؟ یعنی عملا دیگه از هفته آینده هیچ کار نمیتونن بکنن، صفای بنزین است. بعد امروز خامنه‌ای حرفی زد که آره دشمن آرش جنگی بسته. با ملت ایران چه کار داره؟ همیشه آمریکا گفته، دنیا گفته، به غیر از سری از کشور اروپایی کار نداریم، که ما در کنار ملت ایران هستیم. چون اونها صادقانه بگم دوستان، باورمند بشید که دنیا به ملت ایران نیاز داره، به تخصصش، به هوشش، به درایتش، به داناییش، به علمش نیاز داره. مردم ایران خلاقن، مردم ایران یک نفرشون برای 20 تا 30 تا اروپایی فکر میتونه بکنه. راندمان کارش خیلی بالاست. اونایی که رفتن خارج میدونن من چی میگم. کار به این تحقیرای نداشته باشیم، واقعیت هم همین خدمت عرض میکنم. من بالغ بر 70% دنیا رو زیر رو کردم، کشورهای مختلف هستم، توانایی ها رو سنجیدم، توانمندی ها رو دیدم. در نتیجه اونا به ملت ایران نیاز دارن برای نوسازی و باسازی کل دنیا و مدیریت دنیا. یک زمانی بود دوستان در کشورهای مختلف وقتی شاه می‌خواست عوض بشه، یک حاکم می‌خواست عوض بشه، می‌رفتن می‌گشتن ببینن کدوم کشور آدم‌های باهوش و زرنگ و توانمند داره، می‌آوردن و می‌گفتن تو کشور شاه تعارف نداریم. شما اگه فیلم دزیره رو ببینید مال ناپلئون رو می‌بینید، همین کارو کردن، می‌فرستادن، دعوت می‌کردن و توانایی نداره. همینه. بگذارید می‌خوام بهتون بگم که الان دنیا در کنار ملت ایران هست و اگر آرش جنگم هست برای سران تروریستای کشور هست، سپاه هست، سپاه قدس هست و برای داردست خود خامنه ای هست، برای لاریجانی ها هست، برای قوه قضاییه هست، جنایتکاری که اونجا هستن، برای کسایی بودن که از اول سال این توطئه 57 تا رو اعدام کردن، ظلم کردن، ستم کردن، جنایت کردن. خلاصه باید اینا رو پاکسازی کنن، این تبهکارای جنایتکارا، جنایتکار و واقعا کرا رو جمعشون کنن، دوزار رو جمعشون کنن. خوشبختانه من بارها گفتم مثلا قبل قدیما میخواستن یه نفر رو نفرینش کنن، میگفتن خدا یک پولی به اون بده، یک عقلی به من بده، چون کسی که عقل داشت
پولو به دستش می اومد، چون کسی عقل نداشت پول از دست میده. اینا میلیاردها دلار از دست دادن که همین اعتراف ظریف باشن براتون میگه ما 35 میلیارد دلار دادیم واسه دور زدن تحریم ها. اون حکایتی باشن براتون که یارو توی یه جلسه بود تو پزشکا میگفتش که من امروز یک سنگکلیه در آوردم از یک مریض بعد یک تخم مرغ. طرف گفت خب حالا مریض چطور؟ گفت مریض مرد. گفت اگه مردمون به مرده اون جگرشو در می آوردن. شما فکر کردید شاهکار کردید؟ اگر تو حسین رضا شاه بیاید بدون پول مملکت از اونجا به اونجا برسونید، یعنی شاهنشاه آریامهر با اون بعد با اون وسعت مملکت بودی کارا رو بکنید، شاهکار کردید. وگرنه شما که دستتون بود. تازه سفره شاهنشاه تا چندی سال بعد از این توطئه ننگینم پهن بود. حالا فهمیدید که شما این کار نیستید، شکلی حرفا نیستید، این رقما رو ندیده بود. حالا مردم به شما اعتماد کردن سر مسئله دین. اینم که دیگه تماشا پیکارش. خب خدمت شما، پس آرش جنگی از واسه این هاست دارن هماهنگ میکنن که یه اسیر افراد بیان اینجا با اینا صحبت بکنن از کره شمالی، از خود روسیه و عمان و چند جای دیگه که اینا بیان تسلیم بشن. همون کاری که برای صدام کردن گوش نکرد، برای قذافی کردن گوش نکرد و اینا ترسار از یرف هستن و قطعا خیلیشون تسلیم خواهند شد و خامنه‌ای هم یکی از محافظاش خواهد کشت یا اینکه به قول معروف تحویلش میدن. چه جوریش دیگه نمیدونم، ولی این اتفاق به زودی زود خواهد افتاد بدون برو برگرد. این چیز دنیاست برای جمع کردن قضیه خاورمیانه و آرامش رسوندن خاورمیانه. دوستان لطف کردن یه سایت رو معرفی کردند که من تا دو سه روز قبل خبر نداشتم که یک سری افراد رو انتخاب کنم برای دوره گذار. خب یعنی این دیگه نشون دهنده این است که داریم به اون جایی باید برسیم میرسیم، یعنی مرحله بعدی هست، دوران گذار. خب دوران گذار در هر کشوری متفاوت هست، بین 3 ماه 4 ماه حد اکثر 6 ماه دوران گذار اتفاق میفته. قطعا اختیار دست ارتش خواهند داد و بعد در این دوران گذار کاری که باید بشه خواهد شد. حدود 370 یا 80 نفر لیست دادن. اینا کسی هستن در سطح دنیا کارای اپوزیسیون میکنن، کارای سیاسی میکنن، همه رقم هستن توشون، از آقای بروز اوسوکی دم هستن تا خانم لوفر و خیلی ها تو این لیست هستن برای دوره گذار. 50 نفر از اینا باید منتخب بشن به انتخاب مردم ایران، به انتخاب مردم ایران. و این لیست، این سایت ما گذاشتم روی کانال و خب خاندان پهلوی عزیزمون هستن، شاد رضا پهلوی هستن، همسر گرامیشون هستن ملکه آینده ایران و شهبانو فرح که الان در اصل ملکه رسمی و قانونی کشور ایشون هستن تا شاهزاده رضا پهلوی تو مجلس سوگند بخورن. اینو مردم گذاشتم اینجا به هر کس که دوست دارید و میشناسید تو اینا منتخبتون هست، در اینکه 50 نفر رأی بدید، اونا که میشناسید که پس فردا سرتون بالا باشه، حق انتخاب با شماست. این 50 نفر رو توی اینها یک نفر تا 50 هر چقدر دوست رأی بهشون بدید، اما باید بخونید. یه گزینه است که تایید میکنید، بعد رأی میدید، بعد آخر هم باز رأی رو تایید میکنید و این رأی میره برای اون جایی که دارین کار زحمتشو میکشن. خب من ممنون از شما، دیگه خبر خاص دیگه نیست، می‌خواستم کوتاه بشه که بازم 8 دقیقه شد. ایام بکام، روزگارتون خوش، تا فرصتی دیگر.